حالا به این فکر کردی که دوست دخترت یه هوش مصنوعی مجازی باشه و تازه صداش هم صدای اسکارلت جوهانسون باشه؟ سلام، من محمد حسینم و اینجا شنبه شبه. اگه تا حالا برنامه ما رو ندیدین، ما توی این برنامه جدیدترین اخبار سینما و سلبریتی ها رو با هم بررسی میکنیم. برای اینکه همراه ما باشین حتما ما رو سابسکرایب کنید و موضوعات جذابی درباره فیلم و سریال اگر مد نظرتون هست بهمون حتما توی کامنت ها معرفی کنید تا اون رو با هم بررسی بکنیم. هفته‌ای که گذشت تولد برنده جایزه اسکار واکین فینیکس بود. اکثر ما فیلمبازای قدیمی واکین فینیکس رو با نقش به یاد موندنیش در فیلم گلادیاتور ساخته ریدلی اسکات به یاد میاریم و جدیداً هم با نقش بی‌نظیرش در فیلم جوکر. اما یکی دیگه از فیلم‌های خوب این بازیگر که شاید کمتر بهش توجه شده فیلم هر هست. توی این فیلم واکین فینیکس در نقش فردی به نام تئودور ظاهر شده، فردی که به تازگی از همسرش طلاق گرفته و وقت آزادش رو با بازی‌های کامپیوتری میگذرونه یا نامه‌های عاشقانه بقیه رو مینویسه و برای اون طرف ارسال میکنه. بعد این تئودور قصه ما میره یه سیستم عامل جدیدی رو روی این کامپیوترش نصب میکنه. این سیستم عامل قابلیت اینو داره که به حرف شما گوش بده، به درد و دلاتون گوش بده و باهاتون حرف بزنه. و تازه صدای این سیستم عامل هم صدای اسکارلت جوهانسونه. و به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ بله، تئودور عاشق این هوش مصنوعی میشه. به جز موضوع جدید این فیلم که راجب سوپر آرتیفیشیال اینتلیجنس صحبت میکنه یا همون فراهوش مصنوعی، خیلی ممنون، رنگ بندی تمام سکانس های این فیلم هم واقعا قابل توجهه، به طوری که شما هر لحظه احساس میکنی که داری یه تابلوی نقاشی رو تماشا میکنی، اینقدر منحصر به فرده. علاوه بر اون دیالوگ های خاص و به یاد موندنی این فیلم از نکات مثبت و قابل توجهشه و بهتون قول میدم که دیدن این اثر حتما براتون لذت بخشه. اگه این فیلمو دیدی و یا قصد دارید ببینیدش، حتما بعد دیدنش نظرتون رو برامون کامنت کنید. توی بخش معرفی سریال میخوام یه سریال رمانتیک به اسم نورمال پیپل یا مردم معمولی رو بهتون معرفی کنم. سریال عاشقانه 12 قسمتی که هر قسمتش حدوداً نیم ساعته و اصلاً خسته کننده نیست و شما میتونید مداوم و پشت سر هم این سریال رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید و خلاصه میتونید توی یک روز چند قسمت رو پشت سر هم تماشا کنید. داستان در مورد یه پسر و یه دختره که توی دبیرستان با هم آشنا میشن و یه رابطه عاطفی رو شروع میکنن و این رابطه چندین سال ادامه پیدا میکنه. توی این سالا فراز و نشیب‌های خیلی زیادی سر راه این دو گل نوشکفته قرار میگیره و این دو نفر با گذشتن و درس گرفتن از این اشتباه‌ها و تجربه‌ها سعی می‌کنن که رابطه‌شون رو روز به روز بهتر بکنن. سریال نورمال پیپل به ما یادآوری می‌کنه که این دوران بسیار پیچیده، ظریف و شکننده است و کاملاً این سریال با سریال‌های تینیجری معمول فرق می‌کنه. بازیگرای سریال به خوبی از پس نقشاشون بر اومدن و فیلم رو باورپذیرتر کردن. نورمال پیپل یک اقتباس کاملا وفادارانه از یه رمان پرفروش با نویسندگی یک نویسنده ایرلندی به نام سالی رونیه. شخصیت این سریال به قدری به واقعیت نزدیک هستن که شما رو درگیر مشکلات و احساسات خودشون میکنن. این مینی سریال محصول مشترک شبکه بی بی سی 3 و شبکه اینترنتی هولو هست. برای اونایی که خیلی سخت گیرن در تماشای سریال، اینو هم بهتون بگم که امتیاز این فیلم توی IMDb امتیاز بالای 8.5. پس پیشنهاد این هفته برنامه شنبه شب برای تماشای سریال، سریال مردم معمولی یا نورمال پیپل. این قسمت از برنامه شنبه شب هم تموم شد. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال ما هم فراموش نشه. تا سلامی دیگر، بدرود.